دوستان عزیز و مهمانان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. در برنامه امشب ما یادبودی است از عبدالرحمن پژواک، شخصیت برجسته ادبی و سیاسی کشور. اینها نه تنها شخصیت ادبی برجسته کشور ماست، بلکه در قسمت سیاست افغانستان هم رول بسیار عمده و بسزای بازی کرده. بدون وقفه بیاید بشینیم پای صحبت محترم نساری که هم مضمون راجع به استاد پژواک تهیه کرده. محترم نساری، به نام خداوند بزرگ با عرض سلام. پژواک فریخته مرد دنیای ادب و سیاست، بی سخن نمی داند کس، خموشیم پژواک در سخن نمی گنجد گفتنی که من دارم. عبدالرحمن پژواک در سال 1298 هجری خورشیدی برابر به 1919 میلادی در دامان بالاحصار شهر باستانی غزنه، زادالبوم پرورشگاه حکیم صنایع غزنوی، در خانواده روشنفکر دیگر به جهان گشود. در آن زمان پدرش قاضی عبدالله خان، که از علمای برجسته، دانا و فقیه معروف زمان خود بود، در غزنه وظیفه قضا داشت. هنوز پژواک به سن قانونی رفتن به مکتب نرسیده بود که دوره ماموریت پدرش در غزنی به سر رسید و دوباره با خانواده خود به دهکده آبایی و زیبای باغبانی سکرود ولایت ننگرهار برگشت. پژواک از همان آوان کودکی از استعداد کم‌نظیر، حافظه نیرومند و هوش فعال و سرعت انتقال برخوردار بوده و تا پایان زندگی این موهبت ازلی را نگه داشت. پژواک دروس خود را از مکتب ابتدایی مطلع دانش واقع در کابل دروس خود ادامه داده و سپس از لیسه عالی حبیبیه در سال 1936 میلادی با موفقیت فارغ گردید. سجایای اخلاقی، ذکاوت و استعداد فطری وی همیشه مورد تحسین استادانش قرار داشت. نسبت دلبستگی و علاقه مفرد به شعر و ادب همیشه در گرد همایی های لیسه حبیبیه اشعار و مقاله های خود را قرائت می‌کرد. در فرا گرفتن زبان انگلیسی از ذکاوت شگفت انگیز بهره‌مند بود. استاد پژواک از آوان جوانی مبادی علوم دینی، فقه، حفظ قرآن و احادیث نبوی را از رهنمایی های پدر و برادر بزرگش فرا گرفته در اکمال آن شتاب ورزید. چون در آن روزگار در شهر کابل تنها فاکولته طب پایه‌گذاری شده بود، مدت دو سال در آنجا بدون میل و رغبت به فراگیری دروس ادامه داد. اما از یک طرف مرگ لابهنگام پدرش در اثر سکته قلبی، آنگاه که در منصب رئیس محکمه عالی تمیز ایفای وظیفه میکرد، و از جانب شهادت برادر بزرگش مرحوم قاضی حفیظ الله در حین اجرای وظیفه و حیث قاضی در شمالی، مانع ادامه تحصیل او در رشته طب گردیده، مسئولیت معیشت و هزینه زندگی خانواده را به دوش گرفت. حدود سالهای 1938 الی 1939 میلادی استاد پژواک دوره ماموریت خود را از انجمن تاریخ آغاز کرده و با استفاده از ذکاوت و استعداد سرشار خود، نخست به سمت ترجمان زبان انگلیسی و سپس به سایر وظایف پرمسئولیت در ریاست مستقل مطبوعات وقت شامل کار شد. در ضمن به سرودن اشعار و نگارش مضامین ادبی و هنری گوناگون می‌پرداخت. در آغاز ملاو تخلص می‌کرد و بعدا تخلص وفا و سپس ارمانجان را برگزید تا اینکه پژواک شد و باستاب صدایش از لابلای آفرینش های ادبی وی به جاویدانگی گرایید.
تا اینکه مدیریت مسئول روزنامه دولتی اصلاح با او تفویض و همزمان مسئولیت رهبری آژانس باختر را نیز عهده‌دار شد. پس از آن مدیر عمومی پشتو تولانه مقرر تا اینکه مدیریت عمومی نشرات ریاست مستقل مطبوعات را پذیرفت. در این زمان آثار نظم و نثر استاد در هر دو زبان دری و پشتو پیوسته در نشرات کشور اشاعه می‌یافت و در انجمن شعرا و ادبا که بعدها همه از دوستان نزدیک او گردیدند جایگاه برازنده‌ای را به دست آورد. موصوف در دوران کار در شعبات متعدد کلتوری و فرهنگی به اصل آزادی بیان، پاک نفسی و راستی وفادار بوده، پیوسته به تأیید و تعمیم آن می پرداخت. استاد پژواک در سال 1946 میلادی پا به میدان سیاست گذاشت و به نمایندگی کلتوری سفارت افغانستان به لندن رفت. در اندک زمان کاردانی و تیزهوشی خود را آشکار ساخته در امور سیاسی تمرین یافت. در ضمن آموزش خود را در رشته روزنامه‌نگاری و مناسبات بین المللی در یونیورسیته ادینبره اسکاتلند پیش برد. با علاوه 5 ساله در مورد شناسایی افغانستان پیشین و امروزی و مسئله پشتونستان به انگلیسی نوشت. بعد از گذشت 1 سال نماینده مطبوعاتی و فرهنگی به واشنگتن مقرر و از آنجا دوباره به حیث وابسته فرهنگی به سفارت افغانی در لندن تبدیل شد. سالهای 1950 و 1953 میلادی. بعد از مدت زمانی بنابر بعضی دلایل از وظیفه‌اش استعفا داده به وطن برگشت. چند خانه‌نشینی را اختیار کرده دوباره به وزارت امور خارجه شامل کار شده و سمت مدیر شعبه سوم سیاسی، مدیر ملل متحد و مدیر عمومی سیاسی ایفای وظیفه کرد. از 1955 الی 1958 میلادی. نظر به اهمیت کار در بسیاری از کنفرانس‌های منطقوی و بین المللی در جایگاه نماینده برجسته افغانستان سهم گرفت. استاد عبدالرحمن پژواک از سال 1958 نخست وزیر مختار و سپس به حیث سفیر کبیر و نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد تعیین و پذیرفته شد. وی مدت تقریبا 14 سال پی هم در این وظیفه با اهمیت برای میهن خود و آن نهاد جهانی مصدر خدمات ارزنده بشری و در خور توجه در عرصه بین‌المللی گردیده، یکی از چهره‌های درخشان و برازنده سازمان ملل شناخته شد. در دوران ماموریتش در آن سازمان ریاست یک تعداد کمیته ها را با عهده داشت که من جمله از کمیته های آتی میتوان نام برد. رئیس کمیته خاص برای حل معضله ویتنام جنوبی، رئیس کمیته تجدید نظر بر منشور سازمان ملل متحد، رئیس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، رئیس جلسه خاص اسامبلی عمومی در امور نامیبیا. در زمانی که سازمان ملل متحد در دهه 60 با بحران بزرگ مالی و سیاسی مواجه شد، در نتیجه رای حل پیشنهادی استاد پژواک آن سازمان را از بحران بزرگ نجات بخشید که آن طرح مهم تا امروز در اسناد و شگرد سازمان یاد شده به نام فرمول پژواک یاد می شود. استاد پژواک بنابر برازندگی سیاسی و اعتماد بین المللی از سال 1966 الی 1967 رئیس 21 اجلاس عمومی آن سازمان انتخاب شد. بعد از پایان دوره ماموریت در سازمان ملل متحد، موصوف در سال 1972 میلادی سفیر کبیر افغانستان در بن و از سال 1973 الی 1976 سفیر کبیر در دیلی جدید و سپس سفیر کبیر افغانستان در لندن مقرر شد. بعد از کودتای کمونیستی 1978 این فاجعه کم نظیر تاریخ وطن به وطن برگشته و در منزلش تحت نظارت قرار گرفت. اما تهدید و تخویف از عشق و علاقه او به میهن و هموطنانش، از شهامت و دلیری و صراحت لهجه وی با همه تهدید و تخویف نکاسته، به علاوه کارهایی در رابطه با حقوق بشر در افغانستان انجام داد که معجبات برافروختگی زمامداران دست نشانده اجنبی گردید و به این صورت ناگزیر به گروه هموطنان مهاجرش می پیوندد.
پژواک هر که بنده نامردمان شود، پژواک هر که بنده نامردمان شود، از وی حدیث خدمت مردم حکایت است. استاد در غربت با وصف بیماری جسمی، رنج روحی و ضعف قوا از مبارزه اش هرگز دست نکشید. مقالات و نوشته هایش در مطبوعات بیرون مرزی پیوسته در پاکستان، اروپا و امریکا پخش می شد. شرح مبارزات ملی و جهادی استاد پژواک در داعیه برحق و ملی مردم افغانستان، مسافرت ها و اشتراکشان در سمینارها، گرد همایی های جهانی در کشورهای آسیایی، امریکایی و اروپایی و طی مراحل مختلف جهاد آزادی خواهانه و دلیرانه مردم غیور افغانستان، نسبت نبود گنجایش در این مقال و کمبود وقت کنار گذاشته شد. صرفاً می توان در این مورد با چند بیت از یک غزل او بسنده کرد، چنان که سروده است: نازم به دیاری که در آن طفل و زن و مرد، نازم به دیاری که در آن طفل و زن و مرد، در روز غذا کرد و شبانگه عزا کرد. دور از وطن آن شبنم خونم که دل شب، دور از وطن آن شبنم خونم که دل شب، چون عشق فرود آمد و چون آه هوا کرد. پژواک با آن کس که جوان بود و نجنگید، صد طعنه به دل زد با زبان گرچه حیا کرد. استاد پژواک به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی می نوشت. وی افزون بر داستانهای کوتاه، نمایشنامه ها و مقاله های سیاسی و اجتماعی که در نشریه های داخلی و خارجی به چاپ می رسید، به زبان های انگلیسی، فرانسوی، عربی و روسی نیز ترجمه شدند. استاد پژواک را از پیشگامان هنر نمایش در افغانستان برشمردند. آنهایی که در عرصه تاریخ تئاتر در افغانستان و پژواهش پرداختند، بدین باورند که تئاتر به شکل امروزی آن در افغانستان همزمان با استرداد آزادی کشور آغاز شده در شهر کابل و هرات بالید. علامه صلاح الدین سلجوقی را بنیادگذار تئاتر در هرات و کابل گفتند. سال 1300 هجری شمسی عبدالرحمن پژواک، محمد عثمان صدقی، عبدالرشید لطیفی، عبدالغفور برشنا، احمد علی کوزات، علی احمد نعیمی و سرور گویا از نوجوانان روشنفکر بودند که به یاری و تشویق همه او به مطبوعات راه یافتند و هر یک در رشد و پیشرفت تئاتر نیز تأثیری و سزایی گذاشتند. فرزندان آریانا نمایشنامه رادیویی اثر پژواک نخستین نمایشنامه بود که به صورت مستقل چاپ شد و نسخه های آن نایابند. شاید نسخه از آن در کتابخانه عامه کابل موجود باشد. اسکندر در افغانستان نمایشنامه تاریخی به زبان فرانسوی، کلمه‌دار اروپی نمایشنامه به زبان پشتو، اثر پژواک چاپ پشتو تولنند. در بخش داستان نویسی و به خصوص داستان های کوتاه، پژواک در کنار بهره‌گیری از فولکلور، تاریخ، اسطوره و سنت کلاسیک، سبک ویژه‌ای برای خود پیرخ و با خلق آثار اجتماعی و انتقادیش از نویسندگان برجسته و پیشگام داستان کوتاه نیز در شمار آمده است. برخی از آنها عبارتن از افسانه های مردم، شامل شش داستان به نام های وظیفه، ضمیر، آواره، دختر کوچی، شاهزاده باز، سه عاشق و رودابه و زال که در سال 1336 شمسی از طرف مطبعه دولتی طبع و نشر شد. انگورتاک داستان کوتاه که در مجله نندارت به چاپ رسیده است. باید افزود که افسانه های مردم به زبان های انگلیسی و فرانسوی در فرانسه چاپ و نشر شده است. استاد پژواک در شعر علاقه فراوانی با استادان سبک خراسانی و عراقی داشته و از شعرهای سبک هندی و مرزا عبدالقادر بیدل دهلوی ارادت خاص دارد. غزلهای عرفانی و غنایی و همچنان اشعار حماسی و رزمی و همه از جزالت روانی و استحکام خاص برخوردارند. یکی از منتقدین شعر معاصر در رابطه با گسترش شعر نیمانی در افغانستان، نوجویی و گرایش در شعر دهه 20 یعنی سالهای 1320 هجری شمسی و پس از آن را مرهون کارهای ادبی بزرگان چون عبدالرحمن پژواک، دکتر روان فرهادی، عبدالحق والا، رحیم و رحیم الهام می دانند. زیرا با گفته او در آن زمان آنها بودند که به ترجمه شعر غرب می پرداختند و چنین ترجمه های می توانست چشماندازهای تازه را
در برابر شاعران آن روزگار افغانستان بکشاید. چون بخشی از زندگی استاد در بیرون از افغانستان گذشت، مسلماً شعر خود او نیز از تأثیر ادبیات و مسائل جهانی بر کنار نمانده است. از ترجمه هایش می توان پیشوا نوشته جبران خلیل جبران از انگلیسی، باغبان از رابیندرناث تاگور، شاعر هندی ترجمه از انگلیسی، عروج بارکزایی ها اثر تاریخی و همکاری مرحوم عثمان صدقی، لمحات بنگال اثر تاگور از انگلیسی، عروس بیکس اثر لانگفیلو شاعر و نویسنده انگلیسی، الماس ناشکن اثر ویلیام پتروت عنوانی مجاهدین افغانستان و جواب استاد پژوا چاپ ایالات متحده امریکا، ناشر بنیاد نشراتی پژوا، دختر نابینا ترجمه از انگلیسی بدری، بانوی بلخ مجموعه اشعار دری و پشتو چاپ پشاور، بنیاد نشراتی پژوا. آثار دیگر چاپ شده استاد در موضوعات مختلف عبارتند از کار و کارگر در دو رساله، رساله افغانستان باستان به زبان انگلیسی چاپ لندن، سه رساله مختلف به زبان انگلیسی راجع به مسئله پشتونستان چاپ لندن، پهلوان بینوا حدیث خون مجموعه اشعار دری و پشتو چاپ پشاور، میهن من چاپ پشاور، مذاکرات ژنو شامل مقالات سیاسی و جهادی و مصاحبه های گوناگون تبلیغی و تلقینی استاد پژوا، ناهینامه اثر منظور چاپ بنیاد فرهنگ افغانستان شهر تورنتو کانادا. برخی از آثار غیر مطبوعی دری و پشتو عبارتند از فیلم های پادشاه دراما در دو پرده، یک شب شاعر دراما در یک پرده، کودک بیگناه داستان سلامان و ابصال، داستان جام فردا، مثنوی قهر فردا، قهر خدا، پاسخ یعقوب لیث سفاری و اعراب که مرحوم استاد حبیبی و پشتو و مرحوم استاد پژواک آن را به دری برگرداندند. احساسات و عواطف محتوی موضوعات مختلف، زبور داوود نگارش کامل 40 زبور، ترجمه از زبان عبرانی توسط شخص ناشناس به فارسی هندی و از آن توسط استاد به فارسی دری برگردان شده، ترجمه برخی از سرودهای ویدی حوض خاص، داستان فولکلوریک در مورد حوض خاص سفیدکوه یا اسپینغر و چشمه های سلطانپور سفلا که هندوان افغانستان با آن احترام زیاد داشته، محل برگزاری میله ها و جشنهای سالانه ویساک آنها می باشد. مجلس شیلان برگردان اثر مشهور لارد بایرون شاعر نامدار انگلیسی. امید است این همه آثار چاپ ناشده گرانقدر به همت بنیاد نشراتی پژوا و سایر بنیادهای فرهنگی و آنهایی که این امکانات در خارج از کشور برایشان میسر است و عشق و علاقه به ادبیات وطن و این میراث فرهنگی دارند به زیور چاپ آراسته گردد. استاد گذشته از اوصاف دیگرش، مرد متواضع، بردبار، درویش مشرب، خوشقلب، خوشرفتار، خوشگفتار، بزدگو و نهایت ذلیل بود. مرحوم استاد پژواک در اثر بیماری دراز مدت که آید حالش شده بود در عالم غربت و تاریخ پنجشنبه اجده جوزای سال 1374 هجری شمسی برابر به 8 جون 1995 میلادی به عمر 76 سالگی در منطقه حیات آباد پشاور دنیای فانی را ودا گفته و جاویدانگی پیوست. روحش شاد باد. جنازه مرحومی مطابق وصیت خودش فردای آن روز به قبرستان آباییشان واقع در قریه باغبانی سخرود ولایت ننگرهار انتقال و به خاک سپرده شد. او خود گفته: مردیم گر آواره و نومید ننالیم، مردیم گر آواره و نومید ننالیم، گر هموطن وقت دعا یاد زما کرد. خبر وفات استاد مرحوم در کمترین وقت از طریق وسایل ارتباط جمعی در سراسر جهان پخش گردید. در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، در نشستی که در آن سرنوشی و همه نمایندگان کشورهای عضو اشتراک داشتند، از وفات استاد پژواک ابراز تأثر شد و از شخصیت عالی، سجایای ستوده و خدمات برازندهشان در سازمان جهانی با حرمت و ارجمندی یاد آوری گردید
و بعد از ایراد چند بیانیه به پا خواسته و برای یک دقیقه سکوت کرده. پتروس غالی سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد وقت ضمن پیام همدردی مورخ 15 جون 1995 میلادی عنوانی خانواده جناب پژواک و مردم افغانستان این گونه نوشت: سفیر پژواک با پژوهش و مطالعه در ساحه کار و کارگر ملل متحد یکی از بنیادگذاران نظام خدمات ملکی این مؤسسه جهانی به شمار می‌آید. وی برای کشورش افغانستان و برای سازمان ملل متحد در جایگاه یک شخصیت ممتاز به صفت سفیر نماینده دائمی کشورش از سال 1958 میلادی به کار آغاز کرد. ما او را به مثابه یک انسان دارای مهارت و استعدادهای گوناگون به یاد خواهیم آورد. به صفت یک شاگرد طب، یک شاعر، یک روزنامه‌نگار، یک دانشمند و یک سیاستمدار یاد خواهیم کرد که با لیاقت و کاردانی به سود جهان و کشورش خدمت کرد و هر دو از این کوشش‌های او بهره‌مند شدند. در فرجام یک غزل زیبای استاد مرحوم را که با پیروی از یک غزل مشهور ابوالمعانی بدل سروده است به صفت نمونه کلامش به خوانش می‌گیرد: کشتی دشمن اگر خواهد خدا خواهد شکست، کشتی دشمن اگر خواهد خدا خواهد شکست، موج اگر نتوان شکستش ناخدا خواهد شکست. گر خدا خواهد پر کاهیست ایمن از درخش، بال سیمرغ حوازی از هوا خواهد شکست. گر نخواهد جم و اسکندر اگر خواهد خدای، جامها خواهد شکست آینه ها خواهد شکست. گر خدا خواهد برد شبنم به طوفان باغ را، شاخ گلبن از دم باد سبا خواهد شکست. باز خواهد داد دریا خاتم گمگشته را، باز خواهد داد دریا خاتم گمگشته را، گر خدا خواهد تلسم دیوها خواهد شکست. درسها بسیار دارد دل ندانم این نگین، درسها بسیار دارد دل ندانم این نگین، ناگهان روزی ز دستم از کجا خواهد شکست. آسمان این ساقی بدمست به جای خمار، آسمان این ساقی بدمست به جای خمار، ترسم از سنگ حوادث شیشه ها خواهد شکست. گر به عزم کعبه با پای ثبات آریم روی، بی خطر خار مغیلان زیر پا خواهد شکست. تا جدا هستیم انگشتان افگار ما، تا جدا هستیم انگشتان افگار ما، مشت اگر گردیم از آن دندان ها خواهد شکست. زین همه چون و چرا اندر میان این و آن، زین همه چون و چرا اندر میان این و آن، شیشه ناموز بی چون و چرا خواهد شکست. در دلم پژواک چون بی دل حراس از غیر نیست، در دلم پژواک چون بی دل حراس از غیر نیست، بال ما را شوخی پرواز ما خواهد شکست. با تشکر. یو ورځ به دا جهان وی، نه به ته نه به زه یم، یو ورځ به دا جهان وی، نه به ته نه به زه یم، هم به مځکه هم آسمان وی، نه به ته نه به زه یم. سپین لاسونه د ساقی به ګرځوي پیالې د ملو، سپین لاسونه د ساقی به ګرځوي پیالې د ملو، سره جمع به یاران وي، نه به ته نه به زه یم. د پانوس لمبې به سوځي بې فریاد وزرونه، د پانوس لمبې به سوځي بې فریاد وزرونه، بل محفل نور برندان وی، نه به ته نه به زه یم. تور لشکر به د اغیارو څوک په تور د مینې وژني، بل منصور بل به ایمان وی، نه به ته نه به زه یم.
لا چشی با پخلوت کی غلی غلی شرابونه لا چشی با پخلوت کی غلی غلی شرابونه ریاکار با زاهدان وی نبته نبزم چوک بناتی چوک بخاندی چوک بمات وی ترغم لاندی چوک بناتی چوک بخاندی چوک بمات وی ترغم لاندی هم ساحل هم به توپان وی نبته نبزم بازاری می نی بپلوری بازاری می نی بپلوری اشاره د بروسترگو گناهکار با عاشقان وی نبته نبزم لشهباز برا اوره جهانی ستا غزلونه لشهباز برا اوری جهانی ستا غزلونه یا لشهباز برا اوری جهانی ستا غزلونه ستا دمینی با داستانوی نبته نبزه تشکر روی در دیرو یکی بیر بسو بیچار منم Let's go.
دوستان عزیز، وقتی که ما به صنایع ادبی زبان دری نظر اندازیم، با مطالب و موضوعات زیاد برخورد میکنیم که من جمله میتوان از تضمین و اکتفا نام برد. قبل از اینکه من شروع کنم به اصل موضوع، میخوایم یک شرح کوتاه راجع به این دو موضوع ادبی خدمتان برسانم. تضمین در اصطلاح ادب آن است که شاید یک مصرع و یا یک بیت از غزل شاعر دیگر در شعر خود تضمین می نماید و با نظر داشته وزن و قافیه و اصول شعرش و اقتفا در لغت به معنی پیروی کردن. و در اصطلاح ادب شعر شاعر دیگر یا غزل شاعر دیگر را پیروی کردن با تمام اصول های شعرش. و وقتی که ما دیوان ها یا مجموعه های که خوبتر است که بگیم مجموعه های شیری استاد پژواک ورق بزنیم، این دو موضوع ادبی را در این کتاب هاش مشخصاً مشاهده میکنیم که استاد پژواک همیشه اشعار حضرت بیدل، حافظ، ملک الشعرا، بهار، صاحب تبریزی، حکیم انوری، مومن اثرآبادی، فروخی سیستانی، منیژه حمید، یغما جندقی، این شعرها را شعرهاشون استقبال کردن و از بعد از شعرهای حافظ و بیدل تضمین هم کردن. و حالا میخواییم که دو موضوع را با یک نمونه از تمام از این شعرها براتون واضح تر بسازم. حضرت بیدل: زبعد ما نغزل نی قصیده می ماند، سخامه ها دست عشقی چکیده می ماند. و استاد پژواک در شعر تحت عنوان مرغ وحشی دل: مه به چشم پرا به دیده می ماند، شهاب چرخ به عشقی چکیده می ماند. زبس فتنه دور زمان هراسان است، فروغ ماه به رنگی پریده می ماند. شعر دیگری از حضرت بیدل: چشم ما کردم و طوفان قیامت دیدم، زندگی روز جزایی است که من می دانم. و استاد پژواک شعر دارد تحت عنوان آستین که کند عشق ضعیفان را خوش. این شعر چنین استقبال کرده: زندگی ساز و صدایی است که من می دانم، اندر این پرده نوایی است که من می دانم. ترک دل گام نخستین رای استغنا است، آرزو من گدایی است که من می دانم. شعری از حکیم فروخی سیستانی که در مهد سلطان محمد ابن سلطان محمود سروده: من مدحت او چون که همی مختصر آرم، آری چو سخن نیک بود مختصر آید. و از استاد پژواک در شعر شاهد محجوب ای شعر چنین استقبال کرده: اللحظه مرا شور نوینی بسر آید، در دل هوس عشق نگاری دگر آید. یک ماه چو خورشید نشیند رود از بر، بادی دگر آید چو ماهی بر آید. شعر از خاقانی: در این عهد از وفا بوی نمانده. و استاد پژواک در غزل دلجویی نمانده که چنین استقبال کرده: در این عهد از وفا بوی نمانده. یه البته بیشتر تضمین است، چرا که همی شعر استاد خاقانی در حوال در اولین فرد شعر خود تضمین کرده: در این عهد از وفا بوی نمانده، اگر باشد وفا جوی نمانده. تپید دل در پای دلجوی ناچار، زبست در دهر دل جو این نمانده. بازم از حکیم فروخی سیستانی: تو را خوش است، تو را هر کسی به جای من است، مرا بطن که مرا هیچ کس به جای تو نیست. و استاد پژواک در شعر رمز چشم: اگرچه خاطر من منکر وفای تو نیست، دل پرمتحی از اندیشه جفای تو نیست. دلی که نیست در آن عشق نیست از در تو، کدام دلی که بود از در تو جای تو نیست.
از یغما جندقی نشیخ می دهدم توبه و نبیر مغان من زبست که توبه نمودم زبست که توبه شکستم شیر استاد پشبا زیر عنوان مضمون هیچ چنان به بزم تو بی اختیار سرخوش و مستم که دستم از تو نگیری فتر بیالت دستم بلا با میکده فخور مست می خوانم زبست بیاله کشیدم زبست بیاله شکستم از ملک الشهرها بهار باشد بهار بنده آن شاعری که گفت راز خدای از قبل شادی آفرید و استاد پژواک در شعر می و مه و مهر یکت چنین استقبال کردن دیر قی صلای می از دوستی رسید زان شد هوس شراب و برگهای من دوید انگشت من بر اش چون نامه می کشود در دل درم ز شهوت دیدار می تپید از صاحب تبریزی از نهیب ده میل از پرا به روی خش جام لبریزم به دست رشعدار افتادم و استاد پژواک کنون در شعر قطره ام از جرف دریا بر کنار افتادم شاخ خشکم دور از آغوش بهار افتادم از بر حسد بار یاس آسمان تشنم در کبیر تشنت تر پور و باب افتادم از حافظ ساقی آبر که تو در دی جام را خاک بر سر کن غم ایام را و این هم بیشتر میگم تضمین است را که امی خط اول را استاد پژواک تضمین کرده ساقی آبر که در دی جام را داور اندیشه های خام را آتش افغان زمی اندر دلم تا بسوزد ریشه و احوام را از حکیم انوری من با تو جفا کنم تو عادت من دانی با من تو وفا نکنی من تالی خود دانم و این استاد پژواک در شعر تحت عنوان پاسخ یک نامه منظوم ای خواسته ای خاطر ای دوست تو از جانم از جو نرنجیدم از گله مرنجانم هرچند جفا کردی من با تو وفا کردم این را که چرا کردم من نیز نمیدانم از مومن استرابادی من مردم از علم اگر اندک تو جهی ظاهر نفت شد از نگه گاه گاهی تو و استاد پژواک در شعر سال 60 اگر چونی استقبال کرده ای جان غلام روی سپیدی چماهی تو و ای دل اسیر گیسوی چون شبی سیاهی تو پیداست در نگاهی تو در نگاه من پیغام عشق ما و جواب گناهی تو و شعر هم از منیجه حمید با چشمت خیره گشتم تا تمنای تو را بینم سراپا دیده گشتم تا سراپای تو را بینم و ساپش باید در شعر بیاد دوست مسافر خبا از سر بدون آور که بالا تو را بینم با چشم آرزوی دل سراپای تو را بینم اجاب از آرزو بردار و بیا و بی با خانه مستی کن که در چشم گنه جوید حواظ های ترا بینم تشکر سال نهایت عزیز سلام مطلبی که تیر کنم تحت عنوان سیری در اشعار پژواک است بدون شک عبدالرحمن پژواک این پیشرو معاصر دنیای شعر و ادب و سیاست که عمری را در فعالیت های سیاسی به صفت نماینده کشورش در بسا کشورهای مترقی جهان گذرانده است و دنیای از تجارب علمی و فرهنگی را با خویش بر مهان آورده است آدمی بوده که روی عشق به میهنش سراسر وجودش را مالامال نموده است و با وجودی که در اواخر عمرش طبق معمول از نعمات مادی زندگی برخوردار بوده است و در کشور چون امریکا زندگی مرفهی را پیش می برده است ولی تو گویی که عشق بی حدش به میهنش
او را وادار می کند تا به دیاری برود که با میهنش تقرب دارد و نسیم بوی وطنش را از لابلای کوها و دره ها به مشامش می رساند. همین است که امریکا را ترک گفته و مقیم پیشاور پاکستان می گردد و در آنجا زندگیش را که در حقیقت زندانی برایش بیش نیست با مشکلات به پیش می راند و یاد وطن قلبش را می فشارد و گفتنی های مهاجرین در دیده هم میهنش از آن همه مسائلی که بالای آنان می گذشتند ذهن و روحش را به طغیان وا می دارد. پیوست به حق آن که در آغوش تو جان داد، آواره و نومید اگر زیست خطا کرد، نازم به دیاری که در آن طفل و زن و مرد، در روز غذا کرد و در شب عزا کرد. و با وجود آن همه نابسامانی های سیاسی که افغانستان را در چند دهه اخیر عمرش در انتهای مسائل اجتماعی و اقتصادی قرار داده بود و روح حساس او را به تلاطم در می آورد، او علی رغم گریه خیش در سکوت قلم را عوض شمشیر استفاده می کند. به پیری گرز دستم کار سر افشان نمی آید، رهین طبع خیشم خامه را شمشیر می سازم. به این اساس او فردی نیست که تسلیم مصائب گردد و همانطوری که خامش را شمشیر می سازد در صدد آن است تا اساس تقدیر را تغییر دهد. برغم آسمان بار عطارد ماه خواهد شد، خدا خواهد اگر پژواک خون را شیر می سازد. کمان گر شد ز پیری قامتم با تکیه بر همت، به جان دشمن میهن عصا را تیر می سازم. ولی نابسامانی های ناشی از آن همه دسایس و توطئه های بین المللی در افغانستان آنقدر زیاد بودند که گلون ملت افغانستان را می فشردند و آن را به صوب قهقرا سرخ می دادند، چنانچه که فرد فرد افغانستان در زیر بار کمرشکن آنان خورد می شدند. پژواک یکی از این علل را فقدان وحدت سیاسی و رهبری می داند که رزمندگان را تحت یک درفش واحد در بیاورد، مگر چون آنانی که در مواقف بالاتر قرار داشتند چنان در لجنزار فساد و دسایس قرق گردیده بودند که گوش شنوایی به خواست ملت نداشتند. و این مسئله روح پژواک را می فشارد و او را به صوب شکوهی در سایه شوم یست بی اختیاران سوق می دهد. چنان از راه و رسم باستان افتاد این کشور که مرد و زن به پا خواست و یک رهبر نمی خیزد. به امیدی که مهدی خیزد آخر شد زمان من، قیامت آمد و در عصر ما جز خر نمی خیزد. از آن خاکی که جز غیرت دارا نمی جوشد، نشان ننگ سن به اسب دارا نمی جوشد. اسب اسکندر. ولی به آینده امیدوار است و آن همه خونهای ریخته شده را به هدر نمی داند. نخواهد رفت بر باد ار به خون تر گشت خاک ما، که در طوفان گردی از زمین تر نمی خیزد. ولی خواهی نخواهی در آخر از خدا برای حل آن همه مشکلات استمداد می جوید، چی هیچ کس و نیروی دیگر قادر نیست تا گیره از کار فرو بسته کشورش بگشاید. از انقلاب حوادث دوچار طوفانیم، شکسته کشتی ناموس و ناخدایی نیست. بود که دست خدا از آستین بیرون آید، وگرنه چشم امید از گرگوشایی نیست. ولی به محض آن که شبح مخوف یست توان و نیرویش را در حال گرفتن باشد، پژواک به دامن تدبیر چنگ میزند
و با نیروی عظیمی که در ذهنم مالا مالش از آن همه تجربه ادبی و علمی و سیاسی وجود دارم باید می جنگد و چنین استدلال می کند. غم بیچارگی را چاره با تدبیر می سازم. نشد گر چاره با تدبیر، با تقدیر می سازم. همانطوری که احساسات انسان تابع شرایط محیطی هستند که انسان در آن زیست می کند، گویا مبارزه بی امان پژواک علیه نابسامانی ها توان و نیروی رزمندهش را تضعیف می کند. تو گویی که مرگ را بر زیستن در آن شرایط خفقان آور ترجیح می دهد و چنین می نالد: اگر با مرگ سازم زندگی را می کنم تحقیر، اگر با زندگی سازم به هر تحقیر می سازم. به خارستان و شارستان ز کس دامن نمی چینم، نچیدم گر گل با خار دامنگیر می سازم. به ساقی جوان ناز و با پیر مغان رمز، به بزم می پرستان با جوان و پیر می سازم. پژواک آزاد مرد است و تن به ذلت بندگی بندگان نمی دهد. او برده همت والای آزادگی است، هرچند هم که اگر این آزاد پرستی سرش را به حلقه دار بکشاند، چی و از حلقه زنجیر بندگی بیزار است و بین این دو حلقه تفاوتهای بیشماری وجود دارد. آزادگی و بردگی بیش از دو حلقه نیست، بردار حلقه و بر زنجیر حلقه است. و بر رای شهدای رای حق چنین حسرت می خورد: ز فخر مرگ یاران زنده جاوید گردیدند، من از ننگی که اند زنده ام تحقیر گردیدم. ولی به طور عموم پژواک الهام دهنده زندگی است. او از زندگی چیزهای آموخته است که باعث نشاط روحش می شود و آنها ترک خواستهای نفسانی و بی‌نیازی از آرزوها و پرهیز از صحبت ناکسانند. زندگی ساز و صدای است که من می دانم، اندر این پرده نوای است که من می دانم. ترک دل گام نخستین راه استغناست، آرزومند گدای است که من می دانم. بجز از مردم گمراه ندیدن هم عمر، خیر محکوم جزای است که من می دانم. عقده کار دل از عقده حکمت نگشود، این گهره بسته بجای است که من می دانم. در تمام اشعار پژواک این همه درد و آلام در یک قالب تشریح شده اند که بیشتر عطر عرفان از آن به استشمام میرسد. ولی گویا که چیزهایی که در مغز و ذهن او میگذشتند آن مزامین پیش و پا افتاده و سطحی نبودند که هر کس به آسانی بتواند از عهده درکشان براید، و یا کسی در این باره او را آن چنانی که خودش میخواهد بشناسد. و همطوری که مولانای بلخی سروده بود که هر کسی از زن خود شد یار من، از درونی من نجست اسرار من. پژواک نیست بر این امر واقف است که کمتر کسی تا حال به شناخت او موفق گردیده است. کسی از راه یقین و خرد میشناسدم، کسی میشناسدم از سر وهم و گمان مرا. نازم به آن که خاک رهی دوستان شدم، ننگ است شکوه از روش دشمنان مرا. و این عدم شناخت مردمانش از او گاهیم خالی از مشکلات دلخور آور تکفیر شدن نیست. گاهی به جرم فلسفه تعزیز می کنند، گاهی به حکم سفسطه تکفیر می شود.
و این شاید بر اساس همین علت عدم شناخت بوده باشد که بعضی از آثار او هنوز به قول بازماندگانش نظر به ملاحظات از بچاپ نرسیدند. مگر بیشتر این عطر ارفان در آثار پژواک در لابلای دردهایی که او نسبت به میهن و مردمش احساس میکند از استشمام بدور میماند. چو بر انجام کار خیشتن نظر کردم پژواک، پشیمون از خرد شرمنده از تدبیر گردیدم. و با این عرفان او با خرق پوشانی که در محراب و منبر به قول حافظ شیرازی جلوه می کنند و در خلوت آن کار دیگر می کنند سخت در ستیز است. زواز وایزان دانست منصور این سخن پژواک، زواز وایزان دانست منصور این سخن پژواک که آواز حق از محراب و منبر نمی خیزد. پژواک از تمام شعرا و عارفین از مولانا و سعدی و حافظ تا بیدل و واقف و اقبال الهام گرفته است، ولی در بسیار موارد نظر خاص خودش را بیباکانه ارائه داده است. بیدل می فرماید هر که کجرفتار شد بر فرق مردم جا گرفت، باورت گر نیست بنگر پیچش دستار را. و پژواک با روح آزاد منش و سرکش خیش چنین مبارزه می کند که نه تنها پیام خردمندانه بیدل را خدشه دار نمی کند، بلکه می خواهد روی دیگر سکه را نشان بدهد. نیستم دستار هر سر روزگارم بر غلط، بر سر نامرد اگر بر بست صد جا وا شدن. و به همین ترتیب دیدگاه خیش را با دیدگاه علامه اقبال لاهوری مقایسه می کند، آنجا که اقبال فرموده است من بنده آزادم عشق است امام من، من بنده آزادم عشق است امام من، عشق است امام من، عقل است غلام من. و پژواک تن به مریدی عشق نمی دهد. من مقتدی خیشم، کس نیست امام من، بادار ندارم من، کس نیست غلام من. از روی و ریا رستم تا قبله خود هستم، رو سوی دل آوردم آنجاست مقام من. آداب رکوع من خم کردن زانو نیست، بر سینه نهادن دست نبود به قیام من. و شعرش را ادامه می دهد تا به دانجا می رسد که خواست عرفانیش را واحد تر تشریح می کند. با عابد فرزانه از دور اشارت کن، بر عارف دیوانه بفرست سلام من. و در جای دیگر این شعر خودش را با وضاحت در تضاد ادبی با علامه اقبال قرار می دهد. اقبال غلامی بود، در بند امامی بود، من بنده آزادم، کس نیست امام من. پژواک به رغم عارفین و فلاسفه در تلاش شناختن آن اصلی است که همه چیز و همه کس از او نشأت کرده است و عاقبت به او خواهد پیوست. قطره بودم گوهر خود جستم و دریا شدم، ذره خاکی و از پهنادیلی صحرا شدم. و در آخر همانطوری که شعر ابوالمعانی بیدل را تضمین نموده است، ارادتش را به آن بزرگمرد چنین نشان می‌دهد: تنگنای بود دل پژواک، جستم بیدل، مشت خاک داشتم و آشفتم و صحرا شدم. پژواک علی‌رغم تمام توانایی و استعدادی که در شعر و ادب دارد و با وجودی که
به بسیاری از افتخارات علمی و ادبی و سیاسی که کمتر کسی میتواند به آن مواقف برسد نایل آمده است، باز هم از تکبر میپرهیزد و با شکست نفسی اعتراف میکند که بدان جایی که او میخواهد هنوز نرسیده است. در قلزم اندیشه من موج خاموش، هرچند خروشید نگردید صدایی. و باز اعتراف میکند که این کار عرفان و شکست نفس از عده توان او خارج است و توان حمل بار سنگین بودن چون موج را ندارد و آرزوهای سبکسری چون حباب ذهنش را به خش مشغول می‌دارند. تو از این طریق او از تماشای ظواهر جهان محظوظ گردد، جز آن که سر به تماشا چون حباب اندر دل این موج نمانده هوای. پژواک شعر را چون نسیم استنشاق می کند و با آن زنده می شود، چون این شعر است که کام آتش آلود او را در دنیای ادب و حکمت سیراب می کند و چون سایلی که دنبال مقصود خویش می گردد و او دنبال طریحه شعرش می گردد تا گفتار و پندار او را به قول خودش زیبا بسازد. ای قریحه شعر، رطل گران دودسته مرا پر کن که چون آن را سر بکشم پندارم را زیبا و گفتارم را نیکو سازد. اندیشه مرا به کردری واگمارد که از آن سرفراز شوم. با وجودی که پژواک ارادت بیشماری به شعرهای بزرگی مثل مولانای بلخی، سعدی، حافظ، بیدل، اقبال و غیره دارد و همونطوری که نابسامانی های روزگارش ذهنش را به طغیان می آورند، او بسیار چیز هاست که باید بگوید و بسیار درد هاست که باید راه علاج آن را بیابد. این همه طغیان احساساتش را به نوعی در شعرش می ریزد که شعرش را متمایز می سازد، چنانچه خود گوید: اگر چی نیست غزل جای این چنین سخن، جداست طرز من و شاعران دیگر. حکایتی کنم اندر غزل که نتوان گفت، چنین حدیث در این حلقه با زبان دیگر. با وجودی که در اشعار پژواک بیشتر معنا در اولویت قرار دارند تا وزن و قافیه، با آن هم اشعار پژواک اگر چی که تابع کدام سبک خاص ادبی نیستند و در هر سبک چی خراسانی یا عراقی یا هندی و حتی شعر نو که باشند به نحو قشنگ و دلنشینی سراییده شدند. در هر زبان فسانه عشق بوتان یک است، داستان سرا هزار ولی داستان یک است. بر هر ستاره تهمت صد فتنه زده ام، غافل از آن که فتنه هفت آسمان یک است. و با این شعرش که چی زیبا خیال پردازی های شاعری ایرانه اش را به رشته مروارید تحریر در آورده است: برخیز به ساغر کن ساقی می ناب اندر، گویم بهار آمد تا کی تو خواب اندر. دی پیک بهاران گفت پیمانه دی پر شد، برخیز به کامش کن یک پیک شراب اندر. و شعر زیبایش را ادامه می دهد تا به دینجا که می گوید هوشیاری در جنون مطلق است و این جنون مطلق همون سبک زندگی دراویش است که به قول مولانا به اصرار الهیات دست دارند و آنان که ظاهرن خودشان را هوشیار می دانند در دنیای اصرار دور از واقعیت ها
زندگی میکنند. ابریق خرد بشکن مینای جنون پر کن، حیف است ز هوشیاری باشی در سراب اندر. همانطوری که کلمات شاعر قطره‌های خونی اند که از قلب شاعر تراوش میکنند و از نابسامانی های روزگار حکایت ها دارند، پژواک سخت پریشان روح بلند پرواز خیش در عالم ادب و فرهنگ است در باره این قطره‌های خون دلش و یا به قول خودش این عشق محبتی که از چشم ترش تراوش کرده است چنین ما را متوجه این نکته می کند. مباد خنده زند کس به شعر من پژواک، با پاس عشق محبت که ریخت چشم ترم. و یا اینکه از خاطر شکسته ما شعر تر مخواه، پژواک آنچه در دل ما در زبان ماست. در روشنگری و تمایل به اصلاحات اجتماعی و پذیرش هر آنچه که سعادت هر ملت را ضامن است، پژواک از هم قطاران خیش خیلی ها جلوتر گام برداشته است. در آن زمانی که تازه جهان متمدن تساوی حقوق زن و مرد را رسما و عملا در عرصه های سیاسی و اجتماعی کشورشان پیاده می کردند، او علی‌رغم قرارگیری در تضاد با رشته ها و بافت های پوسیده بنیادگرایی که مملکتش را در فقر شدید اقتصادی و عقب ماندگی از چرخ پیشرونده تمدن قرار می دادند، این اعلام تساوی حقوق زن و مرد را در آغوش می پذیرد و وجود آن را اینطور ضروری به شمار می آورد. بحث سخن که از او کار ملک و ایران است، یکی از آن سخن اندر حقوق نسوان است. سخن نبر سر مرد و زن است از پی جنس، سخن شناس نی جان من سخن آن است. و ادامه می دهد تا به دانجا می رسد که وجود زن و مرد را مساویانه در پیشبرد امور مملکت داری ضروری می داند. دو دست داد از انسان که پیکر انسان، دو دست پیکر کشور زنان و مردان است. چون مرد بی خرد افتاده زن شده عاطل، اگر نه زن داناست مرد نادان. در آن زمانی که پژواک از هر گونه نعمات مادی و معنوی در یک محیط متمدن و مترقی به صفت یک مقامدار والای در سطح جهانی برخوردار بود، هیچگاه هر قطع جمولات و اینشوش جهان غربی نگردیده و یاد وطن و مردمش همیشه در دلش جاویدان و شلوار بود و وظایفش را به صفت نماینده افغانستان در ملل متحد به نحوه اجرا می نمود که شعله‌های وطن پرستی و خدمت به مردمش از آن زبانه می کشید. تا آنجا که این پدیده نهایت والا و ارجمند از نظر کسی دور نمی ماند، تا آنجا که نه تنها خبرنگاران خارجی که با او مصاحبه ها داشتند این حقیقت را تایید می کنند، بلکه سرمنشی وقت ملل متحد آقای بطرس عالی نه تنها از او به این صفت یاد کرده است، بلکه به مناسبت وفاتش یک دقیقه سکوت را در جلسه سازمان ملل متحد وضع کرده بود. و چون ایشان شخصیت های سیاسی دیگر چون پادشاه وقت افغانستان عالی جناب محمد ظاهر شاه و غیره شخصیت های ادبی فرهنگی و سیاسی افغانستان و دنیا درباره این صفت میهن پرستیش چیزها نوشتند. و در آخر در شعر زیر که به صفت مقدمه بر شعر یکی از شاعران انگلیسی زبان به نام ویلیام پترو تحت عنوان الماس ناشکن که به مجاهدین برحق افغانستان نوشته است،
الحب و تنپرستی به سان آفتاب درخشندهی در روز روشن در آن می درخشد. ای شاعر ناشناس، ای هم نوای نواهای دور، کشور من آریانا، هفت اقلیم زیبای جهان راستان، آن دیباچه آخرین دیوان کائنات که نگارندگان ویدا و اوستا، ریشی ها و اسپینتمان آن را به صفحه گیتی ثبت کرده. اما دیگر علف زار خشک است بی آب، که به جای قطره های باران از آسمان بر آن جرقه آتش می بارد. و شعرش را ادامه می دهد تا به آنجا می رسد. ای شاعر ناشناس، تو نوای آزادی، تو نوای آزادی هستی، فریاد کن، من علم بردار حق هستم، می جنگم. تشکر. داره گفتم بانی صاحب مرا دواج دارد و من می خواهیم یک مجموعه کلام استاد پژواک به شما بخوانم. شعر بانی صاحب خواندم. قطره بودم گوهر خود جستم و دریاب شدم، ذره خاکی و از پهنادری صحرا شدم، همچو چشم غنچه بودم مست در خواب بهار، شبنما بیزد برویم بی خماری وا شدم، گریه دل خنده لب کردم از آداب بزم، موج خون در دل نهان، موج خون در دل نهان و قهقه مینا شدم، ریزخار خام همت بی نیاز از نعمت است، گر شدم بار گرسنه سیر ز استغنا شدم، بر کنار از آنچه دل خواهد چما مون ماندم، بر کران از آب دریا ساحل دریا شدم، با وفا آمیختم بر خود جفا انگیختم، خاک مجنون و غبار خاطر لیلا شدم، نیستم دستار هر سر روزگارم بر غلط، بر سر نامرد اگر بربست صد جا وا شدم، چشم بر آینه بستم تا نبینم عیب خویش، چشم بر آینه بستم تا نبینم عیب خویش، هر قدر از خویشتن پنهان شدم رسوا شدم، هر قدر از خویشتن پنهان شدم رسوا شدم، تنگنایی بود دل پژواک جستم بیدری، تنگنایی بود دل پژواک جستم بیدری، مشت خاکی داشتم آشفتم و صحرا شدم. دوستان عزیز سلام، من چنان امشب شعر دارم از مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک، عنوان شعر است شکر. قضا چمور کند دفتر زمانه من، قضا چمور کند دفتر زمانه من، و یادگار بگیرد جهان فسانه من، دویر چرخ فرامد لی ستاره روز، برد بیاز سخنهای شاعرانه من، زمان و من دو کماندار و در کمین همیم، زمان و من دو کماندار و در کمین همیم، گهی نشان ویم گه او نشانه ین، دراز کرد به من دست دوستی نگرفتم، دراز کرد به من دست دوستی نگرفتم، برید دست مرا آسمان ز شانه من، شگفت نیست اگر رشک برد زال سپیر، و
و زندگی پر از شور عاشقانه من و هم زد انجمنی را که زهره می رقصید در آن بساز غزلهای ساحرانه من. هنوز شب نشده است و سحر نیامده است، هنوز شب نشده است و سحر نیامده است، کی کشم و چی شد شم شبانه من؟ شرار تور ز طوفان نمی شود خاموش، شرار تور ز طوفان نمی شود خاموش، زمانه چون بنشان فروز بانه من. بهانه ایست که افسرده نیستم پژواک، بهانه ایست افسرده نیستم پژواک، خدای داند و من حکمت بهانه من، خدای داند و من حکمت بهانه من. تشکر. دوستان عزیز شاید سوال کنه که جوان دیامی مجموعه آثار استاد پژواک یکی از کتاباش به نام بانوی تخت است، یک قصه داره. قصه شطور است که ابن بطوطه یک جغرافیا بستابیم یک جهانگرد مسلمان که اصلا شهر مراکش امروز، وقتی که شمال افغان میگذرن یک قصه بسیار دلکش در اون کتابچه یادداشت های خود نوت میکنن و اون قصهش به نام و همین قصهش بوده که پژواک او را به نظم آوردن. البته در خود کتاب میتونیم بخوانیم و به شکل خلاصه براتان میگویم که وقتی که سلطان خلیفه عباس در بغداد چند نفر میفرسته به بلخ و میگه که شما باید که باجی که سالانتین رو رزرو کنیم، یعنی سه چند بده. اون وقت یک بانوی بسیار هوشیار و درک هست به ایچی هم مردم خودم هم مردم شهر ما میتشکر کنیم مای برابرزی دارم و یک مکتوب باید چی بسیار تو مقبول که پر از دانه و یاقوت و الماس و صفیر از ایرمی رو بفرسته به بغداد و این زقه به خلیفه بغداد نفرسته، این به خود خلیفه بغداد نفرسته و باش خرش نمی کنم به اتاتوستی که میتونی درک مثلا رو بکنی که من باج گرفتن از من ضعیف و ناچار سا مشکل است و من سی چند می باج می و او چیزی است که من در مابین صندوق به تو روان کنیم و ایسا تاوالی هیچ کس چیزی گذاره است، هیچ کسی ندیده و او میگن یک پیران بسیار قیمتی از جواهرات از چی سنگ های قیمتی میره بابان میکنه به شکل تحفه. وقتی که خلیفه میبینه البته در چوکات قابل در دقایشه چون مقبول پژواک صورت که خلیفه افرام میکنه از این تن خود و میگه به تو میزه به تو همون با همون بلخ باشی و همین بزرگی به تو باشه چرا ای تو یک جواب تلفن. دوستای خود در باری قصه بخونم کتابش هم میفهمین از کجا بیدیم دکتر فرهاد جان پژواک در دوستان چهار فکر میکنم چون و کسی چه سپی بنام میتونم خودشان یا برای مرکز فرهنگی پژواک بتا ماشه بگیریم. خب چون برنامه ما ایستای زبانی میرسم و در این قسمت برنامه دوست محترم ما استاد بخیر که همه آقای زنگی میشنانش خواهش میکنم که چلخنی باق داشته باشم. سلام به شما دوستان عزیز. بلا شبه استاد عبدالرحمن پژواک شخصیتی بارزی افغانستان ماست. من ترسی در افغانستان باشد که ناشنا باشد شخصیتی بزرگ بود خیلی بزرگ بحثی جانی بردی و همین مشهور است و همه بزرگان و سخنهای در باره شخصیت و سخنها گفتند. من یک دقیقه تشکیری دارم در توصیف سخنوران و ادیبان و شاعران همه بزرگانی که اهل سخن و اهل قلم است. دیگر سخنی در باره شخصیتی استاد مرحوم همه دوستان گفتن به طور محققانه و دانشمندانه این اول تمام کردن. من یک دو قطعه شعر در توصیف این بزرگان و هنرمندان و شاعران به خدمت شما تقدیم می کنم. در صفت ادیبان دریاست دل و توانگر بار ادیبان
گنجیست نهان در دل بیدار ادیبان، بشکست به بازار جهان قمت گوهر، در بزم ادب جوشش بازار ادیبان. شوخی سخن نیست دمی روح روان است، یا معجز عیساست به گفتار ادیبان. انداخت قمت همه جا قند سمرقند، شیرینی انداز شکربار ادیبان. در گوش خرد آن همگی زیور جان است، نظم و غزل و نکته و اشعار ادیبان. تنها غزل و شعر سری بزم ادب نیست، نثر است یکی صنعت شهکار ادیبان. در کار جهان رنگ بقا نیست و نبود است، جز دست و قلم ها که کند کار ادیبان. در صنعت و آثار جهان هرچی بدیدیم، جاوید نمانده است جز آثار ادیبان. دیدیم علی بر سر بازار جهان نیست، کم غلغله و جوشش بازار ادیبان، کم غلغله و جوش خریدار ادیبان. و چند نکته در صفت سخنوران، دریا نمی رسد به مثال سخنوران، نه رفعت فلک به کمال سخنوران. دردانه ها به دامن ایام ریخته، دریای طبع و فکر و خیال سخنوران. خورشید و ماه را نرسد روشنی به دل، ماننده کمال و جمال سخنوران. مرغان باغ یافتند لذت کلام، از فیض طبع و قال و مقال سخنوران. افسانه هاست در دل دوران و روزگار، پیداز نظم و نثر و نوال سخنوران. توفان کند ز دست و قلم در جهان همه، طبع رسا و فهم فعال سخنوران. بزمی جهان همیشه مزین و زیور است، از نظم و نثر و نقل و نقال سخنوران. علم و خرد علیست به هر جا و هر مکان، فتح و فتوح و جا و جلال سخنوران. و چند نکته در صفت علی قلم است، جاوید جان جز قلم و علی قلم نیست، باقی همگی جز عدم و نقش عدم نیست. تا دست و قلم هست به سر پنجه عشاق، گر لشکر غم باز رسد گوی که غم نیست. بکشاو گری از بند جبین در سفر عمر، که راه بری اهل طلب جز دو قدم نیست. ای دوست درا در دل خود هر دو جهان بین، که از هر دو جهان این دل بیدار تو کم نیست. آینه تو جام جهان بین جهان است، آن است که در مملکت قیصر و جم نیست. علمی دو جهان در تو نهادند و نگه دار، خود را که بیرون از تو جزا هوش عدم نیست. در کار ازل لوح و قلم اول کار است، چون است جهانی که در او لوح و قلم نیست. مرتاز در این صفحه پرپیچ و خمیان، غیر از رقمی دانه شایسته رقم نیست. تشکر از استماع دوستان. دوستان عزیز، دیگه برنامه ما به همینجا به پایان میرسه. خدا کنه شبتان خوش گذاشته باشه. همیشه توقع مازی است که ذره صبر و حوصله و شب زنده‌داری دیگه همیشه ایت و شباب باید باشه. دیگه شب بسیار خوش براتون میخوایم و با امید صحبت ها و دیدن آینده.
دارم آهنگش که شعرش از محترم پاریزاده است، آهنگش از استاد محترم استاد خیال است که توسط هنرمند عبدالرحمن احمد زاهر مرحوم سروده شده.